به سلسله تلاش ها برای حمایت از حقوق زن در افغانستان، سازمان ملل متحد این بار از مردها می خواهد تا در این راستا با زنان افغان همکاری کنند. این سازمان برای اولین بار کمپاینی را به نام هی فار شی آغاز کرد که هدف آن تامین حقوق زنان به همکاری مردان است. الیزیرا ساینبایوا، رئیس امور زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، ابراز امیدواری کرد تا مردان در این کمپاین همکاری لازم را انجام دهند. دا یو داسې حرکت دی چې ښځې او نارینه د جنسیت د برابرۍ لپاره کار کولو ته هڅوي. دا حرکت موږ نن په افغانستان کې پیل کړ او موږ هیله من یو چې د نن د غونډې او د رسنۍ له لارې به دا پیغام د افغانستان ټولو نارینه وو ته ورسیږي، څو پکې خپل نمونه ثبت کړي. هی فار شی یک کمپاین جهانی است که در سال 2014 میلادی از سوی منشی عمومی سازمان ملل متحد راه اندازی شد و هدف آن مساوات جنسیتی و جلب حمایت 1 میلیارد مرد از حقوق زنان است. در 14 سال گذشته در افغانستان در خصوص تامین حقوق زن تلاش های زیادی عملی شده، اما باز هم این کشور از جمله 10 کشوری به حساب می رود که زنان در آن با مشکلات جدی روبرو هستند. یکی از بدترین قضایای خشونت بر علیه زنان در افغانستان قضیه قتل فرخنده گفته شده است. وی از سوی شماری از مردان خشمگین در کابل به صورت بی‌رحمانه به قتل رسید و سپس جسدش به آتش کشیده شد. در این حال گفته می شود که زنان افغان تقریبا همه روزه در شماری از ولایت دوردست با انواع مختلف خشونت ها مواجه هستند. از سوی هم معاون دوم ولسی جرگه می گوید نیاز است تا نهادهای دولتی و غیر دولتی در بخش حمایت از حقوق زنان فعالیت هایشان را در سایر ولایات دوردست گسترش دهند. نظیر احمد احمدزی که در این نشست اشتراک کرده بود از جامعه جهانی خواست تا برای حل این مشکلات و همکاری هایشان با افغانستان ادامه دهد. افغانستان که مرمن اوز هم لپاره دیر مستونز و سره لست او گریوان دید. اړینه ده چې د هغوی لپاره په دغه برخه کې نړیواله ټولنه خپلې مرستې وکړي یا یې ګړندۍ کړي. د بشري حقونو د کمیسیون فعالیتونه د جندر په برخه کې باید په کلیو بانډو کې هم صورت ونیسي. در این حال فرخنده زهرا نادری، یک عضو ولیسی جرگه، میگوید عدم مشارکت همگانی مردان در تلاش های تامین حقوق زنان یکی از علت های مهم دست نیافتن زنان به حقوق اساسیشان است. به گفته وی، اگر همچو تلاش ها تنها متمرکز به زنان باشد، نتیجه به دست نخواهد آمد و حتی در برخی از موارد عکس عمل های تندی را از سوی مردان نیز به همراه خواهد داشت.